مناسبت انتقال نخستین گروه مجاهدان اشرف به لیبرتی در شبانگاه 28 بهمن 1390، یک سال پیش در همین روز. تودیع و تهنیت برای سخت ترین مأموریت. مسعود رجبی، 27 بهمن 1390. صاحبه سجن، ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار؟ اولا که من خوب میدونم شماها خیلی خسته اید، خوب میدونم که وقت و فرصتی نیست، خوب میدانم که این نشست با مشکلات خیلی زیادی برگزار شده و فردا هم موعد حرکت است و فرازی بالاتر در کارزار آزادی شماره 1. با این حال خواستم که قبل از شروع مأموریت یک به یک تبریک بگویم. خوشا که مجاهدین به اونجا رسیدند که در آستانه آزمایش ها و ابتلاعات بزرگ و چه بسا تعیین کننده، از فروغ جاویدان گرفته تا الان که کاملا آگاهانه با نیت زندانی که در فرهنگ دجالیت نامش آزادی و لیبرتی گذاشته شده، شمایان را می فرستم. پس چه جای تبریک؟ عیناً مانند فروغ، ولی با این تفاوت که سلاح ندارید، به جایش اما در آن سوی جهان مریم را دارید و انقلابش را در تک تک خودتون. اگر فکر نکنید که مبالغه میکنم، برای فرستادن شما، تک تک شما، که اگر وقت میبود لیست اسامی را یک به یک میخواندم. بارها بارها و بارها با خودم کلنجار رفتم که این چه مأموریتی است. چرا تبریک؟ چون به خط اول جبهه میروید، چون که مجاهدین بر اساس کس نخورد از روز اول خمینی و رژیمش تا امروز بر اساس پرداخت و دادن قیمت از جانب خودشون تونستن توطئه ها رو در هم بشکنند، راه رو به جلو باز کنند. البته الان موقعیت شما به نسبت پارسال یا زمانی که بعد از 19 فروردین بود یا وقتی دود و دم ضرب العجل بود بسیار متفاوته. موقعیت دشمن ما هم که رژیم باشه متفاوته. در یک کلام، یکی رو به صعود است و دیگری
یعنی رژیم رو به نزول. ولی الان ما در صدد بحث و فحص سیاسی در این لحظات نیستیم. بنابراین بر میگردم و تکرار میکنم، یکی تأکید بر تبریک و یکی بر محتوای مأموریت. مگه شکی هست که تک تک مجاهدینی که در اینجا نشستند دلشان میخواست که در اشرف میماندند و مثل آزمایش های قبلی سرفرازانه میجنگیدند و حتی خونشون در اشرف میریخت، اینو ترجیح میدادن. آزمایشی که قبلا طی شده، یعنی شماها تک تک شما که اینجا هستید بارها و بارها در یک دهه گذشته نشون داده و اثبات کردید. اما الان در این دور آزمایش بسا فراتر و به همین خاطر نتایجش خیلی مهمتره. این یکی از همون نقاط عطفه، نقاط عطفی که یکی پس از دیگری طی کردیم از 19 فروردین تا در هم پیچاندن و در هم شکستن اون ضرب العجل نفرت انگیز آخوند خواسته و مالکی ساخته. و امشب هم به نقطه عطف دیگری رسیدیم. کاش وقت می بود که از روز اول سال میلادی تا امروز رو، یعنی این یک ماه و نیم رو بعد از درهم شکستن ضرب العجل رو، روز به روز می شد توضیح داد. یا کاش وقت می بود که اقلن هفته اخیر رو، همین هفته آخر رو با همه زد و خوردهاش، چه در صحنه چه در پشت صحنه و چه در آن سوی جهان توضیح داد. حتی کاش وقت می بود که کشاکش های 24 ساعت گذشته رو در صحنه و پشت صحنه توضیح داد. اهمیت مأموریت به حدی است که وقتی برای توضیحات باقی نمیگذاره و من به همین راضی شدم که بتونم ساعتی یا حتی دقایقی مستقیما با شما باشم و صحبت کنیم راجع به اهمیت کار. فقط این رو میگم با این تفاوت که این بار صحنه‌ای که درش حرکت میکنیم حتی صحنه‌ای مثل شش و هفت مرداد نیست که یک طرف ما هستیم و یک طرف نیروهای دشمن، مثل 19 فروردین هم نیست. الان با یک کارزار و جدال عظیم بین المللی مواجهیم. یک طرف ما هستیم و دشمنمون یعنی رژیم با دست نشاندگانش در عراق، یک طرف وضعیت خود عراق به لحاظ استراتژیک و ژئوپلیتیک، خب یک طرف آمریکاست، یک طرف سازمان ملل، یک طرف اتحادیه اروپاست، شورای امنیت هست. یعنی که با تلاطم بسیار در یک جبهه گسترده با یک نبرد بین المللی شده در میان طوفان هم پیمان با قایقران، مثل زمان عزیمت به عراق، مثل زمان فروق،
در هر حال چه خوب که علی‌رغم خستگی و کار شدیدتون این فرصت پیدا شد، یعنی این فرصت را به من دادید که دقایقی صحبت کنیم. پس خلاصه میکنم، افرادی که در این نشست هستند خوب نگاه کنید، یک به یک، تک به تک این آزمایش شماست. اللهم انصر المجاهدین. واضحه که یعنی نیازی به ذکرش نیست که آن کس که به عهد خودش وفا کنه و پایدار باشه در این ابتلا تا کجا میدان پیشرفت داره، کما این که معکوسش اگر مقهور شرایط یا مقهور دود دم بشویم و اگر وا برویم، این رو که همه مجاهدین بایش آشنا هستند. خواهر معصومه هست اینجا؟ بله هستم. ماشاءالله، برای مأموریت خودتون حاضر و آماده اید؟ شما فرمانده این جنگ هستید خواهر معصومه. بله حاضرم، با این جمع حاضرید. کمتر از 400 مجاهد خلق با شما به خط اول جبهه اعزام می شوند. این آزمایش بزرگی است. از اونجایی که همتون می دونین همه راه حلها، طرحها و بحثها رو نه از زمان کوبلر بلکه از زمان باتلر، سازمان و مقاومت ایران روی میز گذاشته است، یک به یک اونا دیگه نمیخوام تکرار کنم. اینا رو همه میدونید یا شنیدین یا هر روز در اخبار میشنوید. میخواهم بگویم که چگونه تصمیم گرفتیم و تصمیم گرفتم شما رو خواهر مجاهد با این خواهران و با این برادران به میان طوفان بفرستیم، حتی با برادرانی مثل برادر رحمان. رحمان حاضری؟ هزار بار حاضر، هزار بار حاضر و واقعا افتخار بسیار بسیار بزرگی است. همچنان که گفتید تو این مأموریت ما شرکت بکنیم. مجاهد هر جا باشه مجاهده و هر کجا هم که باشه بایستی با انقلاب خواهر مریم راه را باز کنه، پیش ببره، به خصوص که در رأسشون خواهر معصومه هم این فرماندهی را به عهده دارن. ما حاضریم. بر اللهم فشهد. خب مأموریت چیست؟ هر کسی خط خودش رو در این وسط می رود. رژیم، دولت عراق، سازمان ملل، آقای کوپلر، آمریکا، اروپا و هر کس. ما هم مجاهد خلق هم برای خلقش خط خودش رو می رود. از این بابت می گویم به خط اول می روید، سوزاننده طرح‌ها و توطئه‌های دشمن و راهگشای آینده. حتما اون لحظه یادتون هست که در شب فروغ گفتن که
نتیجه رو پیشا پیش هرچه که باشد باید تبریک گفت. ممکن است مدعی بگوید که خب اینجا که در لیبرتی خون و خون ریزی نیست که، کسانی که اینجا نشستن تک به تک از اینا گذشتن، همه بحث ها، ملاقات ها، جدل ها در اشرف، در خارجه، در آمریکا، در اروپا انجام شده. طرح‌های متعدد، مواد متعدد، طرح روی طرح، ماده روی ماده، بند روی بند. نمیدونم از کجاش بگم اصلا. تا همین امروز، تا همین دیشب، تا همین ساعت باز هم ادامه خواهد یافت. اما برای خودمون روشن باشه که هرچند همه این اقدامات رو کردیم و میکنیم و بیشتر هم خواهیم کرد و امشب نقطه ترخش و عطف جدیدی هم براش هست، چشم ندوخته ایم که کسی به ما لطفی بکند یا امتیازی بدهد یا مراعاتی بکند، اصلا و ابدا. چشم دوخته ایم به مجاهد خلق و نبردش، چشم دوخته ایم به مجاهد خلق و انقلابش. در یک کلام ایاک نعبد و ایاک نستعین به واقع تصمیم گیری سختی بود. صحنه ها و لحظات چون میگذارم برای بعد، داستان یوسف و بازگشت او به کنعان، چنان که در ابتدا از قرآن خوندم، میگفت که به همبندان و همزنجیران خودش میگفت ای یاران همبند، ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. تشتت و شرک و شکاف و این در آن در زدن بهتر است یا قطع راست و یک سویه و یک تا پرستانه خدای واحد قهار؟ چون که ما قهر و خشونت دشمنمون رو دیده ایم، بگذار در برابرش ایستادگی و پایداری مجاهدان اشرف رو در هر کجا، در هر مأموریتی که هستند ببینند. در زمان عملیات ارتش آزادی بخش، چه عملیات گردانی و چه عملیات متمرکز، هم شما یادتون هست که مجاهدان و رزماوران آزادی از قرارگاه اصلی برای انجام مأموریت به قرارگاه‌های عملیاتی و تاکتیکی می‌رفتند. خب اینم یک مرحله بود، البته که شرایطشون سخت‌تر بود. ما بو کرده ایم به شرایط اشرف، چه در جنگ چه در صلح، شرایطی که چشم دیدنش رو نداشتن، ندارند و نخواهند داشت. یک وقت هست ما این شرایط رو صرف یک تعادل پایین در خدمت آسودگی و آسایش خودمون میکنیم، یک وقت هست این سرمایه و این شرایط رو صرف راهگشایی و پیشروی میخواهیم بکنیم و الان در اون نقطه ایم. در بحث‌های قبلی یادتون هست که گفتیم اگر جلو امام حسین هم راه رو باز می‌کردند، راه رو براش نمی‌بستند، خب قطعاً می‌رفت و خودش بود که میگه آقا شما راه بستین، راه باز کنین من برم. اونا که نمی‌کردند و نکردند، اما به فرض محال هم که چنین می‌شد، خب امام حسین همون امام حسین بود، حالا اشکالش متفاوت می بود،
اما مأموریت و رسالت و جوهر و محتوا همون بود. شرایط ما اون شرایط نیست، ولی جان کلام و روح و جوهر بس همونه. بفرمایید اگر میخواید راه رو بگشایید. خطاب ماست به طرفهای مقابلمون، در اساس به دشمنمون و هاکذا به جبهه سیاسی و بین المللی، اون کسانی که ما رو خلص الله کردن با پوش ملل متحد، یا نمیدونم کوپلر که این بار جلو اومدند، آمریکا، اروپا یا هر کسی دیگری. راه رو میخواید باز کنید، بفرمایید. مجاهد همون مجاهده، هر جای عراق، این تای خطش. چرا؟ برای اینکه در همین اخبار سر شب شنیدیم رژیم که حرف آخر رو زد، میگه آقا راه حل برخورده با اینها، چون تجربه زیادی داره از مجاهدین، اصلا راه حل سیاسی نیست، با اینا نمیشه راه حل سیاسی رفت، راه حل نظامی. بسم الله، اونش هم هستی. این که حرف رژیم، یعنی دشمنتون رو به اونجا رسوندید در اثر همین کشواکش ها و آتش و حرکت سیاسی که رژیم و ارگان هاش، حالا کدوم دار دسته هاش هستن من خوب نمیدونم، ولی حرفشون اینه که میان اینا راه حلشون راه حل نظامیه، محاربن دیگه. رژیم که حرفی زد، طرف های بین المللی مثل آمریکا، مثل این آقای کوبلر، میگن نه آقا، نباید درگیری و برخوردی بشه. لکن تیغشون که روی رژیم و دولت عراق که نمیبرد، یا اگر میبرد اندکی میبرد، میخواهند که قیمت رو ما بدهیم. و اونجاست که مجاهدین میگویند ما مرز سرخ تسلیم داریم. بله بله حفاظت میخواهیم، اما شرافتمون مقدمه. داشتم میگفتم که رژیم میگه راه حلش نظامیه، راه حل برخورد با اشرف و اشرفیان، در حقیقت راه حل برخورد با مجاهدین، چون شما را به اندازه کافی در 3 دهه گذشته آزموده است. آمریکا و ملل متحد میگویند راه حلش اینه که راه کشورهای ثالث رو باز کنیم. بفرمایید باز کنیم. اینا که بحثای تکراری از قبل گفتیم، از روز اول جنگ گفتیم. مهم اینه که نقطه عطفی که گفتم امشب، دیگه کل دستگاه رژیم و مالکی رو با قیمتی که داریم میدهیم دستگاه دشمنمون رو چپ وارو میکنیم. برای خودمون سختی میخریم، 1001 مشکل و مسئله میخریم، شعله‌های جنگ سیاسیمون هم بالا میگیره، ولی دستگاه دشمنمون چپه میشه. ضرب العجل‌هاش دیگه به درد خودش میخوره. اگر یادتون باشه شما گفتید که در روز 30 دسامبر، یعنی 1 ماه و نیم پیش، 400 مجاهد آمدن با خودروها و اموالشون بروند. این دشمن ماست که با بهانه کردن مال و اموال، چه دیروز چه امروز چه فردا، میخواهد که از این طریق ما رو تضعیف کنه، در برابر دشمنمون به زانو زدن و تسلیم واداره. تا به حال کرچی از این کار کرده به عکسش منجر شده، چون حالا ما با یک بحران و موضوع بین المللی شده مواجهیم. پس این تفاوت اول، یعنی میز متفاوتی است. لکن قبل از هر چیز روشن باشه قیمت رو ما داریم میدیم، چون تا اونجایی که به همین آقای کوبلر نماینده محترم دبیر کل ملل متحد مربوط می شود، این که خطش روشنه. این خطش برای موفقیت در مأموریتی که داره انجام میده
میخواد هر طور شده به هر ضرب و زوری از جیب ما برنده این جایزه بشود که گویا او مسئله را حل کرده است، در حالی که وجودش، حضورش، اسم برکردنش به خاطر مجاهدینه و پرداختهایی هم که میکنه به حکومت عراق از جیب ماست. این که روشن، ابهامی هم نداشتیم. از باتلر تا کوبلر یکی نمیدن در سمت ما، در حقیقت اگر مریم چنین کارزار جهانی رهبری نمی کرد، قطعا خیلی بیشتر از کیسه ما می پرداختن. بیشتر از اینشون نمی تونه. آری از هر ابهام. خب اینی که همه می دونن که از تابستان گذشته، خب کمیسارهای که آمده بود بیاد اشرف، کی مانه؟ چرا نگذاشتید؟ بیانیه دو هفته پیش کمیساریا این رو به زبان محترمانه خیلی به وضوح روشن کرد. خب مانع دولت عراق بوده. استاتوی مجاهدین هم روشن است. پناه جویان مورد نگرانی، که خودش یک تیتر عنوانی است که مراعات حقوقنا رو زیرش رو خط میکشه. پناه جویان مورد نگرانی برخوردار از حفاظت‌های بنیادین امنیت و سلامت و بهبود شرایط زندگی، این که به لحاظ قانونی. یک جبهه بین‌المللی هست، یکی جبهه شما و تمام پشتیبانانتونه، یکی هم رژیم. رژیمو که گفتم خطش روشنه، مجاهدین هم که خطشون روشن و روشن بوده، اینا حساباشون هر دو با هم روشنه. بین ما و رژیم این جبهه بین‌المللی هست که از یه طرف میخواد حمله و خشونت و خونریزی نشه، مخصوصا در سال انتخابات، چون اگه خشونت و درگیری و خونریزی بشه شکستی است برای خودشون، مگه اینکه بتونن تقصیرشو بندازن گردن ما. نتیجه این که ما پذیرفتیم آگاهانه با هر نتیجه‌ای بی چشم داشت که شما به خط اول جبهه رفته مأموریت رو انجام بدهید و بچرخانید. تفهرا مجاهدین میچرخانند، چون ما که قبلا گفتیم مثلا زمین خشک و خالی، یعنی ابعاد جنگ فراتر و فراتر می رود. پس در ورای بالاتر است. بالاتر از همه سنگ اندازی ها، اشکال تراشی ها، که می خواهد صحنه را به سود رژیم بچرخاند، در نبردی که الان به چشم دیگه میبینیم عین نبرد سرنگونی است. ما میخواهیم در میان طوفان هم پیمان با قایقران‌ها رو به جلو حرکت کنیم، یا ما میتونیم شرایط زندان رو خورد خورد در هم بشکنیم، یا درس پایدار و ماندگاری میشود. هر کدوم من نمیدونم. آنچه را که میدانم این است که از روز 19 فروردین تا همین امروز در اثر ایستادگی و کارزار خود مجاهدین دائما به یمن مریم و شورای رهبریتون و همین خواهر ماژگان و خواهر صدیقه و خواهر زهره مسئول اول، خلاصه به یمن عنصر انقلاب، الان هم این خواهر معصومه و دیگر خواهرانتون، و به یمن یکایک گوهران بی بدیل. میدونید که جدی میگم و اصلا تعارف نمی کنم. وارد آزمایش جدیدی شدیم. معلوم است که مجاهدینش میتونن بچرخونن، میتونن رو به جلو راه رو باز کنن، کما این که همین امشب
باید گفت که ضربه وارد میشه به ضرب العجل طرف. در اثر همین ضربه‌ای که میخوره دکون دستگاهش، بعد پیله میکنه به قبار و خودرو و اینطور چیزها. ما هم که خط خودمون رو خواهیم رفت. محمد صادق هستم، با عمق وجودم واقعا تبریک میگم، به خاطر اینکه بعد از این همه پروسه‌ای که طی کردیم رسیدیم واقعا به جنگ که این محصول به اصطلاح این کارزاریه که تا به حال داشتیم. وقتی از اینجا بریم، چون که مثل یه فنر فشرده که تا به حال شاید امکان جنگ نبوده ما اینجوری بتونیم هر کدوم، چون تا به حال هر چی بوده سازمان داشته با سرش می‌جنگیده، خواهر مریم از اون ور، خلاصه خواهر مژگان از این ور، ولی الان همه ما میتونیم اونجا همونجوری که خواهر مژگان می‌جنگیده باشیم. و تعهد خودم هم میدم که واقعا در مقابل شما روسفید باشم و خیلی ازتون تشکر می‌کنم. ماشاءالله. سلام برادر مسعود. سوالی پس شما ندارین؟ سلام قربانت، بگو. برادر مسعود، واقعا هر بار که با این صحنه مواجه میشم از یه طرف خیلی شرمندم، از یه طرف اوج غرور ایدئولوژیک میشم که زیر سایه رهبری شما هستم. واقعا این زحماتی که میکشین برای تک تک مجاهدین تعهدات 100 برابر 1000 برابر میاره. واقعا افتخار میکنم امشب صحنه رو اومدم دیدم، تعهد کردم که تعهد کار این دوره را با خود شما ببندم و این مضاعف و مضاعف کرد مسئولیت منو. من این دوران واقعا مثلا با خودم چند بار الان شما مثال زدین، مقایسه کردیم با فروغ علی، با خودم احساس میکردم این ماموریت به اصطلاح درب جنگ، در واقع ضرب العجل و بستن اشرف واقعا گل میگیره، مثل چلچراغ بود تو ذهنم. یعنی هر بار این روزا به ذهنم میومد چی کار دارم میکنم، صحنه چلچراغ، آمادگی ها چلچراغ به ذهنم میومد که منجر شد جنگ طلبی رژیم گل گرفته بشه. احساس میکردم این داستان داره جمع میشه. الان شما به خوبی توضیح دادیم و واقعا عمق ماموریت ما رو بیشتر باز کردین، فهمیدم که چی کار دارم میکنم. تعهد میدم امشب اون چیزی که شما میخواییم محقق کنیم. بچه گوش کنین، من از فروغ گفتم، شما از چلچراغ. حق با من است یا با شما؟ حق با شماست. من سخت‌ترین را میگویم، ولی واقعیت اونی که شما گفتید الان برادرامون گفتند، گفت فنر فشرده، حسین گفت که گل میگیره درب این ضرب العجل ها رو. به لحاظ سیاسی، به لحاظ تعادل قوا، به لحاظ کاری که خودتون کردید در این یک دهه، نه فقط بعد از 6 مرداد و بعد از 19 فروردین، این که جای خود، این که دیگه خیلی بالا بلنده. اصلا لازم نیست من بگم، خودتون همیشه فرصت باشه میگین دیگه کاری که مریم میکنه معجزه آساست. چتر انقلاب مریم باعث شده که شمایی که در فروغ 1304 شهید داشتید، همین شما اینجا، واقعا که درود بر شهیدان و چگونه خونشون جوشان، خروشان و فروزان به ثمر می نشینه، یعنی می شونید شما و مریم با این 47 شهید. اصلا جهان رو در رابطه با اشرف و مسئله ایران و مجاهدین و آلترناتیو، بله بله بله، رساندید به این که فنر باز بشه مثل چلچراغ، در به یک چیزای گل گرفته بشه. به همین دلیل خب دشمنم پیله میکنه به بار و نمیدونم امکانات صنفی و زندانسازی و الی آخر. اون طرفش هم لطفا بذارین تکمیل کنم. معلومه که اگر اینا سر حرفاشون بمونن که خب خیلی خوبه، ولی بی چشم داشت، نیت رو بی چشم داشت بکنید.
از این بابتش بود که من از فروغ شروع کردم. خلاص با مجاهد خلق ایدئولوژیک شروع کردم، ولی به لحاظ سیاسی حق با شماست، به لحاظ واقعی و پراتیک حق با شماست، صحنه جنگ ماست، فرق میکنه. پیش میبرن مجاهدی، برای این بر میگردن بازم خلاص روی عنصر ایدئولوژیکی خودمون. لحظاتی است که فنر میخواد باز بشه، نقطه عطف در همین کارزار آزادی شماره یک. اول روشن باشه پیه زندان اصلا ما به تن مالیدیم با این شلیکمون. پس ای برادران، ای خواهران، تا بخواهید محدودیت، تا بخواهید بامبول و ادا اطفار و اشکال تراشی، حرف آخر میخوام از خودم بشنوید، این اون آیه قرآن را میخواهم بگویم در مورد آزمایش و ابتلا، که فکر کردی آزمایش نداریم، فکر کردید ابتلایی در پیشتون نیست، فکر کردید سقف ابتلا نمیدونم تیغ و تبر شش و هفت مرداد بوده و زرهی 19 فروردین. خیر، پس چرا شأن صدیقین بالاتر از شهداست؟ چون ابتلاعات فراتره. اینا که اینجا نشستن اون شش و هفت مرداد و زرهی و تیغ و تبر اینا رو گذروندند، ممکن هم اتفاق بیفته، باشه، حتی در لیبرتی هم اتفاق بیفته، باشه، برای اونم کمر ببندید، برای درس پایدار، چه در اشرف چه در لیبرتی، درو یک سکه است. اما فراتر از این، ای برادران ببینید، فنر که باز میشه رو به جلو، این همون آزمایشی است که تک تک شما دارید. ستون راهگشا و پیشتاز رو میفرستیم، پرتاب میکنیم و شلیک میکنیم به خط اول. خونش رو شهدامون دادن، رنجش رو مجروحانمون، صبرش رو مجاهدینمون، دهه ها و چه ایامی و خلق اسیر. دشمن برای ما شر کثیر میخواهد که در این آزمایش وا برویم. ما خیر عظیم میخواهیم درو بکنیم. بله بله، مثل چراغ، بله فنر بازگشوده. برای همین رک و تیز و روشن همه چیز رو در درون خودمون با زبون مجاهدی در نامه‌هایی که دیدید نشون دادم. من که نمیدانم چی میشود، قرارم نیست که من و شما بدونیم ته آزمایش رو. اگه اومد طرف درس پایدار خواست، درس پایدار بهش میدیم. این رو گفتم که هیچ حرف نگفته‌ای نداشته باشم. اللهم انصر المجاهدین، انهم حزبک و جندک، الذين يشرون انفسهم ابتغاء مرضاتك، اونایی که نفس‌های خودشون رو به تو فروختند برای رضایت تو و خلق در زنجیرت. اگر که ما اوضاعش را داشته باشیم، عبادت و مجاهدت و کمتر از 20 قبول نیست. البته که پشمنداز بسیار روشن است با پرداخت قیمت، با تحمل شدائد. رسانیدید مشترکن شما اشرف و مریم، خلاصش مجاهدین دیگه، انقلاب دیگه، رسانیدید به چنین اوجی که به این نقطه برسیم. دشمنتون هم با بغض و کین بسیار میخواهد
از یه باتری ماشین گرفته تا نمیدونم یه تخت و کمد و دوشک تلافی کند. ولی من حرف آخر رو گفتم و قبل از این که به شما بگویم به خودم گفتم که اگر میخواهی با شیطان مجسم که رژیم است و خمینی به جنگی، اگر میخواهی که در طرف امام حسین و مولای متقیان قرار بگیری، اگر که میخواهی و میخواهید رستگار بشوی، خب این قیمتشه دیگه. تا دیروز در میافتادی با رژیم و فقط مالکی، امروز عالمی است. همون که حضرت علی گفت ما بالای تو بلست و هشت، همه این راه ها رو تو ذهنم رفتم. ارزش سیاسی نامه ها و موزه گیری ها و اینا رو خوب خوب میدونم، شما هم میدونیم، به اندازه کافی در این سالیان گذرانده اید. وقت باشه هر کدومتون ساعت ها میتونیم برای بقیه صحبت کنیم. لکن حرفم اینه، حرفم با شما با ستون راهگشا و پیشتاز، با یا بی درس پایدار، از شرایط اوین و گروگان ها گرفته تا نه اصلا شرایط خیلی سهل، راه و روش هاشو خودتون پیدا میکنید یا با هم میشین هم فکری میکنید. بحثم خلص ایدئولوژیکه و مجاهدی. الان میخواهم شما را که انهو تو تنگه چارزبر بفرستم. این ستون پیشتاز و راهگشا تک به تک با تک تک لحظات و ایام و نفسها و مشکلات و مسائلی که پیدا میکنه میدونم، برام واضحه. مأموریتش قرین توفیق خواهد بود و فنر باز شده و راه گشا. برای همین پیشاپیش گفتم که بدانید تهدید مشکلات یومیه هست. چه میدونم، از ما که چیده نشده، از نمیدونم قوطی کبریتی بنگالی و فلان، امکانات اشراف که نداریم. ما یا باید در جا میزدیم یا باید رو به جلو حرکت میکردیم. رو به جلو حرکت میکنیم و این آزمایشمونه، چون که حاصل رنج، رزم، خون و در یک کلام حاصل انقلاب خودتان را برمیدارید. تبریکی که اول گفتم به خاطر الان شما هم گفتین، آخر سر علیزا گفت بعد از حسین و صادق و اینا، به خاطر شایستگی و لیاقت بعد از یک دهه، بعد از این همه رزم و رنج در همین اشرف، غیر از سالیان گذشته ها، بالاخص بعد از 19 فروردین، تبریک به خاطر شایستگی برای وارد شدن به این آزمایشه. الهی به عبادک المتقین الصالحین و المجاهدین. آیا حرف نزدهی باقی هست و سوال و ابهامی دارید؟ بفرمایید. سلام علیکم برادر. سلام عادل، بگو. امیدوارم که خداوند شما رو برای ما مجاهدین و خلق قهرمان همیشه حفظ کنه. من دقیقا در همین نماز بود که دعا کردم در این آزمایشی که شما برای ما قرار دادی بتونیم روسفید در بیایم. ولک الشکر ولک الحمد و لبک میگم دو مرتبه به چیزی که شما برای ما انتخاب کردید. و هیچ چیز از خداوند در این دنیا نمیخوام جز سلامتی و هوشیاری، و همیشه هم در نماز گفتم شما رو خداوند حفظ کنه برای خلق قهرمان، برای انسانیت، برای راهی که در آینده دارید. باور کنید برادر،
آزمایش و ابتلاات برای شماست، برای ما که همش جنگ و افتخاره. چه جنگی بهتر از این که شما برامون باز کردید؟ لیبرتی، نمیدونم اشرف، یه زمانی بود شما میگفتید نه زمین دارم، نه ناو دارم، نه خاک دارم، انقلاب خواهر مریم دارم، در 19 فروردین و درس ماندگار. این خیلی برای من مثل روز روشن شد. برای سلام علیکم. من جواباتون نمیدم دیگه. مثلا حرفایی که عادل گفت سکوت میکنم، گوش میدم، آخرش یکی دو دقیقه فقط به این وقت بدین. بگو ایرج، بگو. بله برادر، من خواستم فقط تعهد بدم روی من 100% حساب باز کنید. ما با انقلاب خواهر مریم دماری از این رژیم در بیاریم. میگه فکر میکنه که با این توطئه‌ها میتونه که راه مجاهدین رو به شکست بکشونه. من به شما قول میدم، تعهد میدم 100% روی ما حساب باز کنید. بعد فرزاد هستم. خیلی خوشحال شدم که قبل از این ماموریت صداتون شنیدم. در مورد با اهمیت ماموریت، الان کاملا اهمیت ماموریت رو فهمیدم. یقین کنید که هیچ کس تو این جمع کمتر از 20 رو نخواهد گرفت. خودتون بهتر از همه میدونید که مجاهد خلق هر جا که عرصه جنگ و رزم هست، اونجا همیشه شکوفاتره و سرزنده‌تره. خوشا به سعادت هر مجاهدی و همین توشه دنیا و آخرتش خواهد بود. خیلی ممنون. برادر سلام عرض می‌کنم. ماشاءالله. منطقی بگو. بله، افتخار می‌کنم که برادر منو تو این جمع هستم. افتخار می‌کنم که الان 23 سال از عمرم با زیر سایه شما بودم و قول شرف میدم که ارزش‌های بنیانگذاران سازمان رو اونجا رفتن تو خودم جاری کنم و قول میدم و 100% همین الان قول میدم که ما این رو اثبات میکنیم و الان اثبات کردیم. یعنی ما اونجا میریم حتما اثبات میکنیم و اثبات کردیم، زیرا که خواهرایی که بالا سر ما هستن، برادرانی که اینجا هستن، برادران مسئولی ما هستن، از این ابتلا رد شدیم. اونا دیگه برای ما چیز خاصی نیست برادر. ما از اونا رد کردیم. پولی ما پشت سر چیزی نداریم نگاه کنیم. سلام علیکم برادر. میخواستم قدردانی سپاسگزاری خودم و از منتی که به ما گذاشتین و این ماموریت رو به ما دادید. من امروز زور با یکی از بچه ها صحبت میکردم سر این، الان یک مثال شما زدین، دقیقا با هم به این رسیدیم که ما باید تا ته تهش این رو یک ماموریتی برای همون 7 سال ابینی که شما اون موقع میگفتین ببینیم ولاغه، و ما برای اون 100 بار حاضر میگیم. من بخواستم از بحث امروزتون اینو بگم که در یک جمله، شما فردا دارین 400 موشک که از انقلاب خواهر مریم مشهد گرفته رو به سمت دشمن شلیک میکنید و انشالله آتیش این تمام رژیم رو خواهد گرفت. بعد از سلام عرض میکنم. اسمال بگو. بعد از صحبت بچه ها کردم، من کوتاه میکنم که بچه هاتون نوبت هستم. چیزی که برای خودم داشتیم شب تیز شدن خودم این ماموریت و تیز خودم این ماموریت، بخواستم به شما تعهد بدم با اتکا به خود جنب عنوان سلطان نصیر این ماموریت به نفع اصلا انجام بدم. خدا شما رو حفظ کنه. بعد از سلام، خیلی خوشحالم صداتون رو شنیدم. واقعیتش این که تا موقعی که خواهر مریم داریم، انقلابش رو داریم، هرگز اون چیزی که شما از ما میخواین کم نمیذاریم و 100% محقق میکنیم. به یک دلیل، به دلیل که خواهر مریم داریم، انقلاب داریم، اثبات میکنیم پایین هستیم و با این تضمین که از ما داریم ماموریت میخواییم محقق کنیم. خیلی ممنون. برادر راستش بخوام بگم، صادقانه بخوام بگم، من این بحثی رو الان شما کردید، من انقدر که شما میگید من به صورت خوب بازش کردید، من نگرفته بودم اصلا این تهدید رو نمیرفتم. یعنی الان یه چشم به چیزی باز شد، تهدیدات رو خوب گرفتم و قول میدم با تکیه به شورای رهبری و فرمانده عالی که بالا سرمون گذاشتین، حتما این خط رو پیش میبریم. این کاری که داریم، این ماموریت که ما رو فرستادیم، بعد در تناب دار دشمن اینو ثابت میکنیم. عدد شب خیلی ممنون، قربونتون برم. ما هم همینجور مفت شما رو به دست نیوردیم که بخواییم مفت دست بدیم. هر چی که بگذرد زمان، عشق تو بیشتر رود در دل و روح و جان ما. مجاهد خلق هر کجا که باشه، مجاهد خلق اونجا باید شتابنده تر و پیش برنده خط باشه و ما هم تعهد میدیم جنگ 100 برابر و 1000 برابر رو بهتون میدیم. الان هم که شما باز کردین، واقعا من تعهد 100 برابر و 1000 برابر میدم. نمره 20، نمره 100 براتون، برای همه محقق میشه و خودمون رو سپید میشیم. خسته نباشین.
خدا رو صدا کنه انشاءالله. یه چیزی بگم، این روزی که بهم ابلاغ شد، همون وقتی که ماموریت به اون ابلاغ شد، خیلی احساس واقعا احساس پرواز می‌کردم، احساس پرواز می‌کردم. بعد همینا که میگین ها تو دستگاه خودم، تو سطح خودم، تو اون تماشاگری خودم داشتم، تمام این شقای مختلفی که میگین دیگه همه رو رفتم، حتی اوینم رفتم، همون شرایط اوضاع اول روزانم رفتم، جدی میگم اینا همه رفتم، حتی یاد اکبر طریقی افتادم روزی که داشتم من کفشو میواسم خونه خارج میشه، همین تمام تو ذهنم بود. بعد دیدم چقدر سهل و با فراخ اینا رو همه میپذیرم. بعد از خودم سوال کردم چرا در مقابل این شقوق مختلف که میگی، حتی همون اتاقی که مثلا همون شرایط سخت که، چرا انقدر راحت میپذیری؟ گفتم خب انقلاب مریم یعنی همین دیگه، اصلا ما انقلاب چطور همین. خدا شما رو انشالله حفظ بکنه تا دینش میریم چه رفتنی. برادر لی از داد و ایمانم من ایمانه هم. خسته نباشید. اون که شما قول و تعهد میدم که سرفرازانه همه ما روسفید در این توی ماموریت بریم و قول شرف میدیم که خسته کنیم، خسته نشیم. با شعار مسئول اول که تسلیم ناپذیری خسته کردن و خسته نشدن است، به شما قول میدیم که دشمن خامنه ای و مالکی از صد بار از غلط کرده خودشون پشیمان بشن. خداحافظ شما. بله مسعود سلام. سلام بله مسعود. و فقط میخوام با تمام وجودم به عنوان یک مجاهد فقط سرباز راهتون باشم و میدونم که با تشکیلاتی که داریم با صفر صفر و یگانه بودن هر جا که باشیم اون 36 تا اثبات کردن. ما هم لحظه خودم این بود که شما گفتیم ما سلاح نداریم و ما هم مثل یک الماسی هستیم که هر چیزی رو میشکافیم. خیلی دوستتون دارم. قربونتون برم ان شاء الله. قربانت مطمئنم. البته بله بگو. سلام علیکم مهربان. روح ما تو رو میبوسم. منم این ماموریتی که بهم ابلاغ کردی واقعا با تمام وجودم خیلی خوشحال شدم. واقعا هر چی من بگم نمیتونم چی الان هول شدم، ولی چیزی که هستش واقعا این ماموریت با تمام وجودم اینو پذیرایی میشم. خودمون رو روسفید میکنیم در مقابل شما. برادر من چیزی دیگه بیش از این ندارم. روح ما تو رو میبوسم و با همین صدای انقلاب که خواهر مریم باشه با این میتونیم همه این کارا رو بکنیم. ما 36 الان شدیم 400 نفر. برادر سلام علیکم. سلام بگو. شکرشو به جا میارم هزار بار. اول به خاطر این که ما رو در این ماموریت وارد کردیم و این رو شما مطمئن باشین، بعد از این توضیحاتی دادین که خیلی به جا بود بدون شک، شما هیچ چیز نداشته باشین. وقتی هم که صحبت میکردین راستش دو تا آیه از ذهنم گذشت، یکی اونجا که لا تخافا انی معکما اننی معکما اننی معکما اسما و ارا، بعد که قسمت آخرش احسب الناس ان یتركوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. بله سلام. من خیلی خیلی خوشحالم که دارم باهاتون صحبت میکنم در این لحظه، در این لحظه‌ای که در واقع ما را شایسته دونستین و بر این صحنه جنگ داریم میفرستین. واقعا هم توی که یکی از بچه ها گفتن 400 تا گلوله آتش که پیش که فرمانده ما خواهر معصومه هستند، رزمنده که خودتون میدونید و ما افتخار میکنیم تحت فرماندهی خواهر معصومه بریم اونجا و انشاءالله یک رژیم طوری این جنگ رو نشون بدیم که از کرده خودش پشیمون باشه. و همونطور که شما گفتین این اون چیزی هست که در این لحظه شما با سر این راه رو گشودید و ما الان در این لحظه وارد شدیم که درسی به اینا بدیم که خودشون واقعا پشیمون بشن و بفهمن که در این جبهه جدید باز شده و اون شایستگی رو بهشون نشون بدیم که ما مجاهد خلقیم و بد حساب کردن روی ما. بعد خیلی خوشحالم واقعا، خیلی خیلی خوشحالم. خداحافظ. برادر سلام. برادر شما از داستان یوسف شروع کردید، همونجوری که حالا تو ذهنم اومد یه چیزایی، ولی تو داستان حضرت یوسف تمامی اسباب کاری که دشمن برای حضرت یوسف آماده میکرد خداوند به ضدش تبدیل میکرد. خیلی خودم خیلی چیزا تو ذهنم مرور شد، اومدم اینجا تعهد بدم همونجوری که شما گفتین از این ابتلاعاتی که سر راهمون هست هر گونهشو شما چشممون رو باز کردید. تمام. خدا سلام علیکم. خسته نباشین. این توضیحاتی که کردیم واقعا من احساس میکنم امشب یه جنگ جدیدی تو وجودم رو. علی خوشحالی تو این ستونی؟ خیلی خوشحالم مرده، واقعا خوشحالم. بلاز تعهد یک مجاهد خلق انقلاب کرده. فقط یک جمله میخوام بگم که انقلابی که ما داریم که همه چیز مجاهد خلق هست، بیشک با اهرم بیان بیچش داشت، با این سلطان نصیر عملیات جاری در کلیتش بیشک ما موفقیم. انشالله که خدا شما رو حفظ کنه. شما خسته نیستین؟
فردا کی میخوابین؟ خسته نیستید؟ سلام، بفرمایید خواهر مجاهد. سلام. سلام برادر. بفرما، سلام علیکم. بفرمایید خواهر مجاهد. من فهیمه هستم. میخواستم بگم خواهر فهیمه چطوری؟ خوبم، خیلی ممنون. واقعیتش اینه که خب هر مجاهدی از قبل تعهد و عهد و پیمانشو داده و هیچ کیم که توی زیر این سقف است شکی توی این نداره، ولی از صحبت شما خیلی برانگیخته شدم. دلم میخواست قبل از رفتن با شما صحبت کنم و بهتون بگم که به ما تکیه کنین برادر، شما خط و خطوط پیش ببرین. یعنی جدی میگم اینو، یعنی میدونم که شما روی همه اون نقش مسیرا تکیه کردین و خلاصه این خط رو پیش بردین، ولی مطمئن باشین که من با شناختی که از دوروبر خودم دارم همین جوریه که یک آرمانه، یک هدفه، یک رهبریه و هیچ چیزی غیر از این نیست. و واقعا به ما تکیه کنین برادر. سلام و درود تمام بر شما. راستش افتخارم، سرفرازیم، واقعا یک منت بزرگی بر من گذاشتیم. فکر میکنیم هر چی باشه بهتر، بیشتر برنده ایم. به هر صورت ما 400 مجاهد هیچ ارزشی نداره جان برای ما که ما بخوایم دریغ کنیم. به هر صورتی ما افتخارمونه، همه این جمعمون افتخارمونه. ذره خلل در ما نخواهد بود و 400 موشک امشب بر رژیم وارد شده. همگی بروید مزار مروارید زیارت کنید و بعد بروید. اگر که رفتید به زیارت، یکایک از جانب آن یکی که سالیان است او را به مأموریت اشرف فرستاده به دلش برای شما پر میزند و شما این را از من بهتر حس میکنید، از جانب او هم زیارت نموده و سلام برسانید به جاودان فروغ‌ها و فروغ‌های شعله‌ور. و بگویید که حربون لمن حاربکم و سلمون لمن سالمکم.
آسمان امتداد، در آسمان امتداد، ستاره در میان تیرگی دمید که از غروب روشن است، فضای تیره جهان شود سپید، فضای تیره جهان شود سپید، به جای خود، به جای خود، به جای خود، به سیز و هم درازی تمام ماد خون و هم به آهنی سیاه کن که دست قدرت خدا فرو شود به آفین توده ها در آسمان جهان شبان سپید، ازای دیره جهان شبان سپید، به خشم ما، به خشم ما، به خشم ما، جمعان به خشم ملت هم شبان تو سست بندهای امتیاز سرزمین ما به آسمان، به سمت سرزمین ما به آسمان، به هر کران به سمت و روی آخرین مجاهدین، 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 مجاهدین،